سلام خوش اومدید به کانال خودتون یه بحث داغی که بین مکانیک و صاحبان خودرو وجود داره اینه که میگن تسم تایم بهتره یا زنجیر تایم شما چی فکر میکنید اگه شما نظری در این رابطه دارید توی بخش کامنت ها برام بنویسید ببینید به طور کلی هر کدوم از اینا یه مزایا و معایبی دارن که باعث شده خودروساز بیاد از اونا استفاده کنه من مزایا و معایب زنجیر تایما و تسمه تایما رو براتون میگم خودتون قضاوت کنید و ببینید کدومش بهتره اول از زنجیر تایم شروع کنم مهمترین مزیت زنجیر تایما عمر بیشتر اوناست اینا عمری که دارن حدود 400 الا 600 هزار کیلومتر میتونن در واقع کار کنن در مقابل حرارت هم مقاومن زنجیر تایما توان انتقال قدرت زیادی دارن و میتونن نیروهای پرقدرت رو در واقع انتقال بدن که اکثر خودروهای قدیمی از زنجیرت تایم استفاده می‌کردن و الان هم یه سری از اون خودروهایی که قدرت موتورشون زیاده اینا دوباره از زنجیر تایم بهره می‌برن اما این زنجیر تایم ها هم معایبی دارن اینا سر صدای زیادی رو وقتی که موتور کار میکنه تولید می کنند. اینا به خاطر اینکه وزن زیاد دارن قدرت موتور رو کاهش میدن و البته باعث افزایش مصرف سوخت خودرو میشن دائما باید روغنکاری کاری بشن که به همین دلیل اومدن اینو داخل موتور کار گذاشتن از طرفی هم سرویس و نجاتاری این زنجیرت ما سخته و هزینه تعمیر و تعویز این زنجیرت ما بین حالا 1500 تا 4000 دلاره و اگه توی ایران هم باشید بین 8 تا 12 میلیون براتون هزینه داره و خودتونم نمیتونید این زنجیرت ما تعویز کنید و باید حتما از یه مکانیش کمک بگیرید از لحاظ ظاهری هم رو نمیشه بررسی و چک کرد چون اینا همون توجه گفتم داخل موتور قرار دارن در اثر این که اینا زیاد کار میکنن بالشتک های زنجیر و زنجیر سفت کن تار سایش و خرابی میشن که شما ممکنه حتی توی 100 الا 150 هزار کیلومتر هم شما نیاز داشته باشید که این دوتا قطعه رو در واقع تعویز کنید اما بعد قبل اینکه بخوام مزایا و معایب تسمه تایمر رو هم براتون بگم اگه فکر میکنی که این ویدیو تا اینجا برات مفید بوده ممنون میشم همین الان این ویدیو رو لایک کن و اگه اولین باری که داری این ویدیو رو میبینی کانال رو سابسکرایب کن بدون معطلی بریم سراغ مزایا و معایب تسمه تایما یکی از اون مهمتر مزیت‌های های تسمه تایما اینه که اینا خیلی نرم و بی صدا کار میکنن که باعث میشه خودروتون صدای کمی داشته باشه برعکس زنده تایما چون تسمه تایم وزن کمی داره باعث کاهش قدرت موتور نمیشه و البته باعث کاهش مصرف سوختی خودروتون هم میشه اینا نیاز به روغن کاری ندارم برعکس زنجیر تایما سرویس و نجاتاری این تسمه تایما راحت تر نسبت به زنجیر تایما و اگه شما بخواید این تسمه تایم رو در واقع تعویض کنید هزینه که به دلار میشه حدود 500 الی 1000 دلاره و اگه شما بخواید توی ایران این کار انجام بدید بین یک تا دو میلیون برای شما هزینه داره چش کردن و بررسی کردن از لحاظ ظاهری راحت تره. و چون که بیرون از موتور قرار داره تسمه تایم میان از کاور شیشه ای روی این تسمه استفاده میکنن که این تسمه دائما دیده بشه اما اینا مثل زنجیر تایم ها معایبی دارن که مهمترینش عمر کمی ایناست که شما بسته به نوع خودروتون باید بین 60 الی 120 کیلومتر این تسمه رو تعویض کنید اینا دوام کمی در مقابل نیروهای چششی دارن و برعکس زنجیر تایما تا اینا نمیتونن نیروهای زیادی رو انتقال بدن و اون مقدار انتقال نیروشون محدوده و اگه بخوان این نیرو رو افزایش بدن از تصمیه های مخصوص استفاده میکنن که خیلی هم گرونه برای هر خودرویی استفاده نمیشه پس میان برای خودروی پرقدرت از زنجیر تایم استفاده میکنن و یکی از اون مهمتر معایب اینا آسیب پذیری بیشتری نسبت به زنجیر تایم دارن که یه سری از اون عادت های بد راندگی که احتمال داره راننده توی خودرو انجام بده اینا دندانه هاشون دوچار فرسایش یا شکستگی میشه که باعث خرابی زود هنگام توی خودروتون میشه که احتمال داره حتی زیر سی کیلومتر هم شما این تصمیم رو تعویز کنید من در رابطه با این موارد یه ویدیو کامل ساختم لینکش رو این بالا میذارم حتما برید اونم نگاه کنید اونجا به تمام مسائل مربوط به تصمیم تایما اشاره کردم اما بعد یه نکته مهم میشه در رابطه با زنجیر تایم و تسمه تایم ها هست اینه که وقتی اینا پاره بشن البته اینا هم بستگی داره به نوع موتور خودروتون که از نوع تداخلی باشه یا از نوع غیر تداخلی که در نوع تداخلی که بیشتر خودروها از این نوع هستن توی موتورهای تداخلی وقتی تسمه تایم یا زنجیر تایم پاره بشه باعث میشه که سرسیلند یا سوپاپا کز بشن که باعث آسیب زیادی توی موتور خودروتون میشه ولی توی موتورای غیر تداخلی حتی اگه تسمه تایم و زنجیر تایم هم پاره بشه این باعث خرابی و کج شدن سوپاپ ها و خرابی سرسیدن توی موتور خودتون نمیشه وقتی هم که زنجیر تایم و تسمه تایم پاره بشه موتور همون لحظه متوقف میشه اما شما وقتی که این مشکل براتون به وجود میاد، شما به هیچ عنوان دوباره نباید خودروتون رو استارت بزنید چون بدتر باعث آسیب بیشتر به موتور خودروتون میشه و شما تنها کاری که میتونید انجام بدید اینه که خودروتون رو توی دنلی یک بذارید و هول بدید اگه خودروتون حرکت کرد یعنی تسمه تایم یا زنجیر تایم پاره شده ولی اگه شما ماشینتون رو هول دادید و ماشین تکون نخورد یعنی مشکل از جای دیگه است من یه ویدیو کامل در رابطه با تسمه تایم ساختم و یه ویدیو دیگه در رابطه با علائمی که هشدار میده احتمالاً تسمه تایم داره پاره میشه و زمان تعویض اون رسیده قبل خداحافظی پیشنهاد میکنم یکی از این دوتا ویدیو رو ببینید و منتظر ویدیوهای بعدی از کانال من باشید فعلا تا بعد